مسدود شدن صفحه اینستاگرام برخی دیگر از سرکردگان سپاه. کشف 288 کیلو هروئین از کامیون ایرانی در مرز بلغارستان. فراخوان خانم رجوی به سازمان ملل برای کمک به کشاورزان در پی بی‌عملی رژیم در هجوم ملخ. اینستاگرام صفحه تعداد دیگری از سرکردگان سپاه را مسدود کرد. اسامی برخی از آنها عبارتند از پاسدار محمد تقی اوسانلو، فرمانده قرارگاه ضد حمزه، از فرماندهان جدید سپاه پاسداران. پاسدار عابدین خرم، فرمانده سپاه ضد عاشورا. پاسدار روح الله نوری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران. پاسدار غلام اسکر کریمیان، معاون آموزش نیروی زمینی سپاه پاسداران. پاسدار فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه موسوم بر قدیر استان یزد. پاسدار یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فتح استان کوکیلویه و بوی رحمت. پاسدار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه ضد خاتم و پاسدار نظری، فرمانده سابق نیروی انتظامی. مدیر فاو یا سازمان خاربار جهانی اعلام کرد ایران با بدترین حمله ملخ‌ها در 40 سال گذشته مواجه است. این آژانس سازمان ملل همچنین تأکید کرد که بعد از اولین هجوم ملخ‌ها از سواحل جنوبی در ژانویه دی ماه گذشته، تدابیری کنترلی در ایران را مورد تأکید قرار داده، اما سیستم‌های کنترلی ایران کار نمی‌کنند. بنابر اطلاعات منتشر شده، یک ملخ بالغ می‌تواند تا 150 کیلومتر در روز همراه با باد پرواز کند و یک مجموعه کوچک ملخ می‌تواند معادل غذای 35,000 انسان را در روز مصرف کند که تهدیدی مخرب برای محصولات و امنیت غذایی است. خانم رجوی: در حالی که فاجعه سیل ادامه دارد، مردم جنوب و شرق ایران و کشاورزان تهیدست به خصوص در مناطق سیل زده با هجوم گسترده ملخ روبرو شدند. تعادل زیست محیطی در رژیم آخوندها برهم خورده و کشاورزی و غذای روزمره مردم در معرض آسیب جدی است. خانم رجوی گفت حکومت آخوندی کاری نخواهد کرد. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد باید برای سمپاشی به کمک کشاورزان و مردم ایران بشتابد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی از برنامه موشکی رژیم ایران ابراز نگرانی کرد و گفت ما همچنان نسبت به روابط ادامه دار بین تأمین کنندگان چینی و تلاش های ساخت موشک در مکانهایی مانند ایران نگران هستیم. به خصوص فعالیت های دلال چینی لی فانگوی با نام مستعار کارلی. لی در چین مستقر است، در حالی که به عنوان مهمترین تأمین کننده اقلام و تجهیزات خارجی برای برنامه موشکی رژیم ایران خدمت می کند. لی دلال کلیدی برنامه موشک بالستیک رژیم ایران است و کمک قابل ملاحظه‌ای در حمایت از تلاش‌های جاری رژیم ایران برای ساختن موشک‌های پیچیده‌تر ارائه می‌دهد. مقام‌های گمرک بلغارستان بیش از 288 کیلوگرم هروئین جاسازی شده را در یک کامیون که از ایران آمده بود کشف و ضبط کردند. محموله قاچاق در 144 بسته داخل یک ماشین اسپری رنگ جاسازی شده بود. راننده ایرانی این کامیون بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گمرک بلغارستان اعلام کرد که این بزرگترین محموله کشف شده هروئین در مرز بلغارستان در سال جاری میلادی به شمار می‌رود. دشخیمان خامنه‌ای روز پنجشنبه سه زندانی را در زندان ایلام به دار آویختند. رسانه‌های حکومتی بدون اشاره به نام زندانیان اعدام این سه زندانی را اعلام کردند.